اگر جویای آرامش خاطر و آینده درخشان در زمینه امور مالی، انواع بیمه های عمر، سرمایه گذاری، برنامه ریزی تحصیلی، بازنشستگی، رسیدگی به بدهی های کریدیت کارت و کم کردن بدهی و پرداخت های ماهیانه هستید، با خانم نینا همتی، مشاور دلسوز و با تجربه در سرتاسر کالیفرنیا تماس حاصل فرمایید. 949-664-3709. با عرض سلام و درود خدمت بینندگان محترم این بخش از برنامه ها، دالیا ژاکلین هستم و برنامه دیگری رو در خدمت شما هستیم همراه با مهمان بسیار عزیزی که فعالیت دارن در امور برنامه ریزی های مالی و بازنشستگی، بیمه عمر، سرمایه گذاری و برنامه ریزی تحصیلی و کاهش بدهی های کردیت کارت. مشاور آگاه و پرتجربه سرکار خانم نینا همتی، سلام و درود دارم خدمت شما. نینا جان عزیز، خدمت شما و خدمت همه هموطنان عزیز و نازنین در سراسر دنیا، خیلی خوشحال هستم که در خدمتتون هستم. ما هم همینطور خیلی خوشحال هستیم نینا جون که شما رو اینجا در خدمتتون هستیم برای باری دیگر و کلی بهره میبریم از تمام اطلاعاتی که شما میدین در رابطه با سرویس و خدماتی که ارائه میدین. متشکرم، خیلی ممنون از شما. خب نینا جان، در برنامه‌های گذشته اشاره کردین که همچنان فوق لیسانس هستین در روانشناسی تربیتی خانواده و ازدواج، درسته؟ خب یه توضیحاتی به ما بدین راجع به این برنامه هاتون. خواهش میکنم. آره، من در ایران فوق لیسانس روانشناسی تربیتی گرفتم و در آمریکا هم خانواده و ازدواج در حد فوق لیسانس، و به غیر از اونم خیلی علاقمند بودم به رشد شخصی و خودشکوفایی و دوره های مختلف و متفاوتی رو در این زمینه دیدم و خیلی علاقمند شدم. و درسته که الان در زمینه امور مالی هم فعالیت میکنم، بیشتر از یک دهه است، ولی یک رابطه وجود داره که دفعه پیشم اشاره کردم که واقعا وقتی انسان به این دنیا میاد به خاطر اینکه یک نام نیکی از خودش به جای بگذاره و یک ثمره از این زندگی که کرده داشته باشه، و دیدم که خب خیلی مهمه واقعا افراد بدونن و آگاه باشن اگه فرزندانی دارن چقدر خوبه که از نظر مالی آینده اونها رو تأمین بکنن. و وقتی ما یک فردی رو به این دنیا میاریم برای آینده اون مسئول هستیم، و حتی چون تو این زمینه تحصیل هم داشتم برای مشاوره تربیت برای در زمینه روانشناسی تربیتی، دیدم چقدر لازمه واقعا افرادی که بچه دارن با یه سری مسائل روانشناسی تو این زمینه آشنا باشن و بدونن که چطور با عزیزانشون رفتار کنن. خیلی مهمه، یعنی واقعا اینقدر زیباست وقتی یک فردی رو به این دنیا میاد با اون تمام اون لطافت و ظرافت و قشنگیش، چقدر خوبه که واقعا بدونیم چطور باهاش برخورد کنیم تا اون فرد به اون استعدادی که داره شکوفا کنه و از بین نره اون استعدادهایی که داره، و همینطور از نظر مالی تأمینش کنیم. حتی اگر افراد بگن درآمد زیادی نداریم، میتونن که با یک مقدار خیلی کمی ماهانه شروع کنن و اون آینده عزیزانشون رو تأمین کنن. به نظرم خیلی مهمه. خیلی 100% همین دور هستش. وقتی فرزندی به دنیا میاد دیگه ما فول ریسپانسیبیلیتی داریم که بهترین برنامه ریزیه برای رشد خوب و موفقی برای بچه رو انجام بدیم. خیلی هم عالی، there is a point تو صحبت شما به قول معروف. ولی خب حالا شما به ما در ضمن یه قولی هم داده بودی نینا جان که به ما تکنیکی رو یاد میدین، آموزش میدین. عزیزان بینندگان تلویزیون از هر جای در هر جای دنیا هستن و این برنامه رو دارن مشاهده میکنن، با آموزش این تکنیک بتونیم یه برنامه‌ریزی مالی خوب و درستی برای خودمون انجام بدیم. خب اونم که ازش نگذریم، بریم سر اصل مطلب. من عزیزان تا آخر برنامه
اگر باشن حتما این تکنیک خیلی جالب هست که افراد هر جایی که باشن میتونن از این استفاده کنن و یه سری کاراشون رو نظم و روال بیاد با استفاده از این. بله. خب نینا جون یه توضیح بدین اصلا برنامه ریزی مالی چی هستش؟ برنامه ریزی مالی این هست که افراد با توجه به اون درآمدی که دارن و یک سری خب هزینه هایی که داره هر فردی هر خانواده ای و یک سری هزینه های اضافی که باقی میمونه با توجه به اونها یه برنامه طرح بشه که برای آینده اون خانواده مفید باشه و اگه این فرد از بین رفت خانواده از نظر مالی تامین باشه. خب وقتی که یک فردی از بین میره اون صدمه روحی به اون خانواده میخوره و دیگه افراد تو اون حالت که هستن حالا از نظر مالی هم دچار مضیقه میشن دیگه، واقعا خیلی سخته. شما فکر کنید یه خانواده ای مثلا 3 تا بچه دارن، 2 ساله، 5 ساله، 7 ساله و خب خانم خونه مشغول کارای خونه و رسیدگی به بچه ها، تربیت بچه هاست و خب آقای همسرشون هم مشغول به کار هستن در بیرون. به طور مثال درآمدشون 5000 دلاره، حالا 4000 تا 4200 دلار هم هزینه شونه و اون بقیه هم خب وقتی که برنامه ریزی نباشه دیگه، وقتی که بیرون میرن خرج مختلفی که دیگه پیش هر میاد. چیزی که میتونن برای یه کار میرن، خوب بچه اینو میبینه خودشون یه چیزی میبینن میخرن و از بین میره و خب فکر کنین خدای نکرده یه اتفاق بیفته و این فرد از بین بره، واقعا چی به سر این 3 تا بچه میاد و خانم خانه درست. که واقعا نمیتونه بره سر کار، باید مواظب بچه ها باشه و اگه به موضوع بچه ها باشه هزینه رو از کجا بیارن. خیلی مهمه که واقعا یه برنامه ریزی داشته باشن که یه پشتوانه داشته باشن، حتی اگر مثلا یه مریضی پیش بیاد که آقا نتونه شما بره سر کار، بازم تمام برنامه خانواده به هم میریزه. و من داشتم فکر میکردم دیدم مثل اینه که واقعا افراد دارن این بندبازا هستن رو تنابا را میرن. درسته. واقعا وقتی که آدم برنامه ای نداره مثل اینه که داره از روی این تناب راه میره و هر لحظه امکان سقوطش هست. عجب. به خاطر اینکه ما انقدر با مرگ نزدیک هستیم، یعنی واقعا فاصله ما با مرگ یک نفسه، یعنی این نفسی که میکشیم اگه دیگه این دم و بازدم ما وقتی که دیگه نفس آخر رو میکشیم دیگه نیاد، یعنی واقعا دیگه نیستی، یعنی واقعا یک نفس فاصله بین مرگ و زندگی و انقدر نزدیک به ما، ولی وقتی تا زنده هستیم احساس میکنیم خیلی از ما دوره، اصلا او اصلا برای ما پیش نمیاد. ولی حالا جالبیش اینجاست که اینم میخوام بگم که واقعا فکر نکنیم مرگ که پیش میاد همه چی از بین میره تموم میشه، نه، شاید یه زندگی دیگه شروع میشه. برای اینکه با توجه به اصل بقای ماده و انرژی هیچ چیزی تو این دنیا از بین نمیره. بله. پس همیشه هست، ولی اون حالت فیزیکی و جسمی ما از بین میره دیگه نیست. بنابراین باید آگاه باشیم هر لحظه به این و حتی این آگاه بودن هم خیلی میتونه تو زندگی ما کمک کنه. از این در زمانی که در حیات هستیم میتونیم زندگی دقیقاً. خوب و با آرامشی داشته باشیم، سکیور باشیم. به این مسئله آگاه باشیم که ما مرتال هستیم، یعنی کسی که از بین میره، و وقتی که اینو مدام تو ذهنمون داشته باشیم میدونیم که ما چقدر زمانمون کمه، واقعا زمان کمی داریم. هر کسی به این دنیا یه زمان، یه روزی به دنیا میاد، یه روزی از بین میره و این فاصله حتی 120 سال هم باشه بازم فکرش کنی بازم کمه. و هرچی حالا اینم بگم که هرچی افراد خوشحالتر باشن این زمان زودتر میگذره و هرچی ناراحتتر باشن خب طولانی تر میگذره. پس چه بهتر که واقعا خوشحال باشیم همیشه و به این آگاه باشیم که خب روزی از این دنیا خواهیم رفت و برنامه ریزی صحیح برای اون انجام بدیم که انشالله با یادی خوب از این دنیا بریم. خب انشالله که واقعا همینطور باشه و تا زمان که به قول شما در حیات هستیم یه زندگی خوب و
درستی رو انجام بدیم، بی خودی روزا هدر نشه، تو سختی نگذرونیم و خودمون رو یه برنامه ریزی درست انجام بدیم برای خودمون و عزیزانمون که با خیال راحت و با آسایش خیال زندگی بکنیم و با آسایش خیال هم بریم و خیالمون راحت باشه که بعد از رفتن ما عزیزان ما سیکیور هستن، عزیزان ما به خاطر حالا مسائل که برای ما هستش درگیر نیستن، تو مشکل نیستن و خودشون همینطور سیکیور هستن. خب خیلی هم خوب. برای برنامه ریزی مالی نینا جان، شما چه اطلاعاتی احتیاج دارین؟ چی رو باید به شما پروواید بکنن که بتونین بشینین و برای اونا یه برنامه خوب و درستی که به اون خانواده میخوره براشون پیاده بکنین؟ مهمترین چیزی که برای برنامه ریزی مالی لازمه اینه که چه مقدار از هزینهشون لازم، از اون هزینه، از اون درآمدی که دارن چه مقدار از اونو لازم ندارن. همونجور که گفتم، خب یه سری افراد درآمدی که دارن، حالا شاید همسر جدا داره، یعنی خانم خونه جدا داره، شوهرشون جدا دارن، این درآمدی که هست یه مقدار هزینه هم دارن، هزینه ها رو که بزنیم کنار چه مقدار پول براشون میمونه که اون مقدار رو احتیاجی ندارن که حتما هر ماه یه مقداری خرج بشه. اون مقدار که کنار میذارن با اون میتونیم یک برنامه خیلی عالی براشون بریزیم که هم خانواده سیف باشن از نظر مالی، هم برای خودشون که اگه اتفاقی افتاد از نظر بدنی که نتونستن یه مدت کار کنن، از نظر مالی تامین باشن. آیا اون بیمه های از کار افتادگی هستش که داریم راجع بهش صحبت میکنی؟ یعنی یه برنامه دیگه است؟ برنامه که هست که شامل لایف اینشورنس هم میشه. یعنی الان برنامه لایف اینشورنسی که اومده جدیدن مثل تلفن که مرتب داره آپدیت میشه و آیفون های جدید میاد، تلفون های جدید میاد، این برنامه اینشورنس هم مرتب داره آپدیت میشه و همینجوری برنامه جدیدتری بهشون اضافه میشه که مثلا اگه فردی یک برنامه لایف اینشورنس به این نحوی که من میگم که هم از کار افتادگی داره، هم سیوینگ داره، اینو بگیره، حتی ممکنه قیمتش خیلی کمتر از اون برنامه کار افتادگی باشه، یعنی از کار افتادگی به تنهایی باشه. یعنی به یک برنامه میتونه بگیره که شامل همه اینها باشه و مبلغش هم کمتر از اون حتی از کار افتادگی تنهایی باشه. اشاره کردیم که مرتب برنامه ها عوض میشه، درسته؟ آیا عقیده دارین که اشخاصی که دارن اوردی برنامه ریزی براشون شده و رو پروگرام های مختلفی هستن، حالا چه بازنشستگی، بیمه عمر، آیا لازم هست که هر چند وقت یه بار بیارن اینا را پیش یه متخصص مرور بکنن و ببینن که چی هستش، کجا الان برنامه‌های جدیدتری اومده، بتونین میشه، یعنی میشه این کارو کرد، میشه سویچشون کرد اگر برنامه‌های بهتر و چیز جالبتری باشه براشون، مناسبتری باشه؟ بله دقیقاً، خیلی مسئله خوبی رو اشاره فرمودین، به خاطر اینکه همینجور که گفتم اینا که آپدیت میشن برنامه‌های بهتری رو میتونن افراد با شاید قیمت کمتر بگیرن و امکانات بیشتر. ولی خب بستگی داره به هر فردی و هر کیسی که اون فرد سنش چقدره، کی این برنامه رو گرفته، چه جوریه. حالا شاید برای یه فردی هم باشه که نه، اون بیمه‌ای که داره خیلی هم خوب باشه، ما نگاه میکنیم و بهش میگیم. و یا شاید هم که دیگه یه مریضی اون فرد داشته باشه که دیگه نمیتونه الان بگیره. بنابراین اینا رو اگه عزیزان دوست داشته باشن، ما میتونیم به طور رایگان اینا رو نگاه کنیم، برنامه‌ای که دارن رو ببینیم که چجوریه. یه مسئله جالب بگم خدمتون، یکی از دوستان ما ایشون یک لایف اینشورنسی داشتن و به ما گفتن که آره من لایف اینشورنس دارم. گفتیم چقدر مبلغش؟ گفتن حدود 500,000 دلار. بعد گفتم خب هستش این لایف اینشورنس اینجا، این پالیسیش که ما ببینیم؟ و وقتی که اووردن، خب ایشون فکر کنم 2-3 سال این پالیسی رو داشتن و ماهانه یه مبلغی هم پرداخت میکردن و میگفتن که من لایف اینشورنس هم به مبلغ 500,000 دلار. وقتی که من نگاه کردم پالیسی رو، دیدم که مبلغ دت بنفیت و لایف اینشورنس فقط 35,000 دلاره.
و اصلا وقتی بهشون گفتم گفتن نه، گفتم همینجا نوشته، اصلا اینجا نوشته. حالا یه کلمه 500 هزار دلار یک جای اونجا عنوان شده بود، بله، که اونا فکر می‌کردن که 500 هزار دلار لایف اینشورنس دارن. بنابراین خیلی خیلی مهمه که افراد اگه هم پلیسی دارن واقعا با یه مشاور خوب آگاه بشینن، هم زبان خودشون یه مروری بکنن، یه فقط ببینن چی درسته، چی ممکنه میتونه بهتر باشه حتی. و یکمی شما که مشاوره های رایگان میدین عزیزان، تماس بگیریم با خانم نینا همتی، مشاور دلسوز، پر تجربه و آگاه در کار خودشون. شماره تلفن ها زیر صفحه تلویزیون هستش، باشون یه قرار مشاوره بزنیم، مشاوره رایگان هستش، و بشینین با هم دیگه نیم ساعتی رو بزنیم. من فکر کنم چقدر لازم دارن نینا جون، بله، برای یه مشاوره که بخوان یکم یه سری اطلاعات بگیرن، بستگی داره به دقیقا. خلاصه یه مشاوره بگیرین و بتونین بفهمین که what is the best for you، چی بهترینه برای شما، چه شرایطی. شاید هم مثلا ایشون به شما بگه آقا همین که داری خیلی هم خوبه، همینجور هم بمون و لازم نیست که کاری انجام بدیم. و خب بازم اونجا تنکیو که شما وقتتون رو میذارین و فقط اون اطلاعات رو بدین و مطمئن بشه اون طرف با برنامه ریزی که براش شده. خواهش میکنم. یه مطلب هم اینجا بگم که در قدیم یا حالا چند سال پیش بیمه هایی که بوده، شاید تو استاک مارکت میرفته یه مقدار از پول بیمه ها، و افراد پولم از دست میدادن. و از یک مورد دیگه ای که بوده که از عزیزانمون بیمه ای داشتن که خب یه مقدار براشون پول جمع شده بود و یه مقدار هم رفته بود تو استاک مارکت و پول از دست داده بودن. یعنی مثلا فقط سال گذشتهش 2000 دلار از دست داده بودن از اون پولی که جمع شده براشون، و بدون اینکه خودشون بدونن. یعنی آره، و حتی ایشون نگاه نکرده بودن که بدونن چیه، ولی ایجنتشون گفته بود که بیمتون خیلی خوبه، خیلی عالیه، حتی مثلا قبلش نگاه کرده بود، گفته بود خیلی خوبه. ولی وقتی که من پلیسی رو دیدم، دیدم که حتی تو اون بیلی که هر ماه میاد اصلا زده که شما 2000 دلار ماه پیش از دست دادی. و متاسفانه نگاه نکرده بودن یا متوجه نشده بودن، و خب کمک کردیم یه بیمه گرفتن که خب اون پولی که جمع میشه مرتب رشد میکنه و هیچی دیگه از دست نمیده و گارانتی هست که هیچی از دست نمیده. چقدر خوب. بله، چقدر واقعا به پوینت خیلی خوبی اشاره شده که خب این برنامه‌ریزی‌ها برای اینه که مردم بتونن رشد، پولشون رشد بکنه، نه که از بین بره، جای تأسف داره. نینا جان، انواع بیمه های عمر رو توضیحات یه تو سری توضیح بدین به ما. بله، بیمه عمر خب انواع مختلف داره. خیلی ممکنه که گیج کننده باشه اسماش و نوعهاش و خب شرکت های مختلفی هستن، ولی به طور کلی به سه دسته کلی تقسیم میشن. نوع اولی که اصلا کنم بیمه ها شروع شد از حدود 100 خورده سال پیش به عنوان ترم اینشورنس یا بیمه موقت است، که برای مدت موقتی افراد بیمه میگیرن، 10 ساله، از 10 ساله شروع میشه تا 35 سال، که طی این مدت اینا این بیمه رو دارن و یعنی یه مبلغی رو میدن ماهانه که خیلی مبلغش کمتر هست در مقایسه با بیمه های دیگه. یه مبلغی رو پرداخت میکنن و مثلا یک فرد 40 ساله رو در نظر بگیریم، اگه بخواد 500 هزار دلار لایف اینشورنس بگیره برای 10 سال، یک مبلغ خیلی خیلی کمی باید بده. فکر کنین چقدر باید بده؟ نمیدونم. مثلا حدود شاید اگه سالم باشه، از نظر سلامتی کامل باشه، شاید زیر 40 دلار. با زیر 40 دلار این فرد میتونه یک بیمه بگیره 500 هزار دلار. یعنی اگه اتفاقی افتاد برای خانوادهش، میتونه که اون خانوادهش دیگه وقتی خب 500 هزار دلار به اون خانواده اضافه بشه، میبینی چقدر فرق میکنه در زندگیشون. بنابراین خیلی مهمه. این نوع اول بیمه بود. نوع دوم بیمه این هست که خب یه مقدار مبلغش بیشتر میشه. حالا اینجا به جای 40 دلار مثلا میشه 80 دلار. برای همون مبلغ 500 هزار دلار
برای همون مبلغ مثلا 80 دلار باید بدم، منتها میگم بعد پایان این مدت مثلا اگه بیمه 20 ساله بگیرن که خب حالا شاید مبلغش بیشتر بشه، از 10 ساله بشه 80 تا، 20 ساله میشه تقریبا 150 تا، مثلا 150 تا باید بده برای بیمه 20 ساله که بعد 20 سال اگه اتفاقی نیفتاد برای این فرد انشالله این پول بهش برمیگرده، یعنی تمام پولی که داده مثلا 150 ضرب در 12 ضرب در 20 میشه و به این فرد برمیگرده. درسته. من یه سوال دارم راجع به نوع اول، حالا میدونم که نوعی دیگه هم مثل اینکه هست بازم، ولی نوع اول آیا اگر مثلا گفتین پریود تایم مثل 10 سال مثلا هستش، اومدیم و یکی مثلا یه 4-5 سال پول داد و نتونست دیگه، از کار افتاد، مسئله پیش اومد، چی میشه؟ خب نوع اول اگه باشه خب بیمه از بین میره، نهایتش 1 ماه میمونه و دیگه از بین میره، مثل بیمه ماشینه که شما بیمه ماشین رو دارین تا موقعی که پول بیمه رو پرداخت میکنین بیمه رو دارین و پولش رو نمیدین دیگه ندارین. بله. این هم همین حالته، از بین میره اگه پولش رو پرداخت نکنیم. ولی نوع سومی که صحبتشو میکنم الان، این نوع کاملترین برنامه است، یعنی کاملترین برنامه بیمه عمره که خب مبلغش یه مقدار بیشتره، مثلا به جای 40 دلاری که بود 10 ساله، این تا آخر عمره و ممکنه مبلغش بشه برای همون فرد 40 ساله حدود 500 دلار، ولی یا کمتر حالا. ولی وقتی که این فرد بیمه رو میگیره تمام امکانات باش میاد، یعنی اینکه از این 500 دلار مقدار زیادیش میره برای سیوینگ خود فرد، یعنی حدود شاید 400 دلارش میره برای خود سیوینگ خود فرد و بقیهش میره برای خرج اینشورنسش و همین پولی که داره مرتب داره رشد میکنه، رشد خیلی خیلی خوبی داره و تکس فری، تنها جایی که توی آمریکا پول به این صورت تکس فری رشد میکنه و به غیر از این از کار افتادگی هم شامل میشه، یعنی اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد که این فرد نتونه کار کنه شامل از کار افتادگی هم میشه، یعنی یه مبلغ ماهانه بهشون میدن، برمیگرده به خودشون. چقدر جالب و خوب. خب این شرایط سنی داره این بیمه های گرفتنش؟ شرایط سنی بستگی به این داره که سالم باشن، اگر که سالم باشن افراد تا 65-70 سالگی هم میتونن بگیرن، هرچی که سالم تر باشن قیمتش کمتره و هرچی سنشون کمتر باشه قیمتش کمتره. خب سنشون هرچی که میره بالا بیشتر میشه به خاطر اینکه ریسکش بیشتر میشه. درسته. تخفیف چی؟ ما میدونین که نه مالی جدن ایرانی ها معمولا تو دیگه فرهنگ ما این نو دارن که سعی میکنن دنبال قیمت بهتر هستن، حتی اونا میخواستم با تو مطرح کنم که میرن روی اینترنت اصلا خودشون میگردن دنبال بیمه بخرن که ارزون ترین باشه، به خیال خودشون بهترین باشه. یه توضیحاتی هم راجع به این مسئله به ما بدین. آره دقیقاً همینجور که میفرمایین، خیلی توی کالچر ما و فرهنگ ما این هست که مردم دنبال دیل بهتر رو چونه میزنن و تخمیان به ما تخفیف بده، برای ما خوب حساب کن، ولی اینا واقعا اینجوری کار نمیکنه. در مورد بیمه اصلا اینجوری کار نمیکنه و اگه اون پلانی که ما انجام میدیم پلان خوبی باشه، اون دیگه وقتی که تمام امکاناتو داره خب یعنی در واقع بهترین دیله براشون و برنامه های اینشورنس یه جوریه که حتی برای کارکنانی که اونجا هستن کار میکنن و بخوان بگیرن همون قیمته، یعنی هیچ فرقی نمیکنه برای کی باشه چه جوری باشه، هیچ تخفیف و اینا چونه ای نداره، یعنی فیکسه. ولی باید افراد توجه کنن که اون برنامه ای که میگیرن تمام اون چیزهایی که لازمه و میخوان داشته باشه، مثل از کار افتادگی، مثل اینکه واقعا پلانی باشه که تو استاک مارکت نره، پولشون مرتب رشد بکنه و گارانتی بدن که پولی از دست نمیدن، شامل تمام اینها باشه و وقتی که شرکت خوبی باشه، شرکتی که انجام میده خیلی مهمه و وقتی که اینها باشه دیگه این مخصوصا برنامه سومی که گفتم
پول خودشونه و رشد میکنه براشون و هر موقعی که خواستن میتونن. بهتر از اینه که تو بانک بخوابونن این پولو. خیلی خیلی بهتره و هر موقعی که لازم شد براشون بعد یه چند سالی که پولشون اونجا بود و رشد کرد، یه موقع اگه امرجنسی هم داشتن میتونن از اون پول بردارن استفاده کنن. شما هر چند وقت یه بار کسانی که میان با شما کار میکنن مروری میکنین دوباره هر چند وقت یه بار با هم دیگه با کلاینت رو برنامه ریزی هایی که براشون شده ببینین اگر آپشن بهتری، چیز بهتری مناسب برای اون شخص پیش بیاد؟ بله بله، خیلی خوبه که عزیزان هر ساله با ما در تماس باشن و ما اینا رو مرور کنیم ببینیم اگه چیز بهتری میتونن بگیرن، شاید با قیمت کمتر امکانات بیشتر بهشون پیشنهاد بدیم. آره خیلی خب. نینا جان، ما عزیزان در خدمت خانم نینا همتی هستیم، مشاور آگاه و پرتجربه در امور برنامه ریزی های مالی هستن. شما قولی که به ما دادین، ما داریم به اتمام برنامه میرسیم. اون قولی که به ما دادین، آموزش تکنیکی قراره به ما آموزش بدین و بدین، اینم مایز. حتما، تکنیک ساده‌ای هست ولی خیلی خیلی مؤثره و باید افراد اینو ساده نگیرن و اینو انجام بدن. وقتی که انجام بدن میبینن که چقدر یک آگاهی پیدا میکنن نسبت به مسائل مالیشون. من اینو به این جهت عرض میکنم که وقتی با افراد مختلفی که میشینم کلاینت هم صحبت میکنم میبینم خیلی ها راجع به این قضیه نمیدونستن و وقتی که میگم خودشون میمونن که واقعا چطوری این هزینه هایی که شده چطوری بوده. روشش این هست که شما هزینه هایی که دارین و همه رو بنویسین، یعنی هر ماه آخر هر هزینه ای که هستش یک میتونین یک لیستی درست کنین که مثلا خب هزینه اگه برای خونه هزینه ای پرداخت میکنین، برای ماشین، برای تلفن، برای جیم ممبرشیپ، برای موبایل، برای اینترنت. حالا این ماه که اصلا هزینه ها بیشترم بالا رفته، برای کریسمس کریسمس نیویر هستش و همه الان یه جورایی تو خرج چیز اونا رو حساب کنن. آره بعد اونا رو هم حساب کن. خب پس هزینه ها، تمام هزینه هایی که هر ماه انجام میدن همه اینا رو لیستی تهیه کنن که بنویسن و یک سری هم برای چیزهای غیر مترقبه بذارن، یه هر مبلغی که میخوان خودشون و بعد پولی که درآمدشونه، درآمد ماهانه شون هم دقیقا بنویسن و این دو رو از هم کم کنن، یعنی درآمدی که ماهانه دارن منهای این هزینه ها بکنن و ببینن که چه مقدار براشون باقی میمونه و خب با اون چیزی که باقی میمونه میتونن که یک برنامه خیلی خوبی برای آیندهشون داشته باشن. ولی این خیلی کمک میکنه که افراد واقعا این برنامه رو برای خودشون داشته باشن، به خاطر اینکه من با عزیزانی که صحبت میکنم 95%شون متوجه نبودن که این هزینه هایی که دارن جمعش انقدر میشه و حالا انقدر مثلا زیاد میمونه. هستن اشخاصی که اهمیت میدن، میشینن هر ماه حساب کتابا رو میکنن. چقدر خوبه، چقدر خوبه، به خدا خیلی اخلاق خیلی خوبیه. بعضی هم اصلا نه دیگه، همینطور بیگدار خرج میکنن و اصلا نمیدونن چی شد، کجا رفت. و مرسی از شما مشاور خوبی که یه چنین راهنمایی رو به ما میکنه. عزیزان بیاین آینده خودتون رو سکیور بکنین، عزیزانتون و دوستانتون و با دوستانتون هم صحبت کنین، پیشنهاد بدین با خانم نینا همتی مشاوره رایگان داشته باشن، همچنین خودتون برنامه ریزی بکنین برای دوران بازنشستگیتون. ما سوال خیلی زیاده، اطلاعات زیاده، انشالله در برنامه های دیگه در خدمت شما خواهیم بود با اطلاعات بیشتر. بازم میخوام از شما تشکر کنم نینا جون از تشریف فرماییتون و اطلاعات خوب و مفیدی که به ما و به بینندگان عزیزمون تقدیم کردین امروز. خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما بودم و دوستان عزیز هر جای دنیا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. سلامت باشین و سال نو رو همگی شما عزیزان تبریک میگم پیشا پیش و امیدوارم که سال پرباری برای همه سلامتی و پربار در پیش داشته باشیم. انشاءالله. خدا خدا نگهدار.
اگر جویای آرامش خاطر و آینده درخشان در زمینه امور مالی، انواع بیمه های عمر، سرمایه گذاری، برنامه ریزی تحصیلی، بازنشستگی، رسیدگی به بدهی های کریدیت کارت و کم کردن بدهی و پرداخت های ماهیانه هستید، با خانم نینا همتی، مشاور دلسوز و با تجربه در سرتاسر کالیفرنیا تماس حاصل فرمایید. 949-664-3709